سلام، امروز در آزادی آنلاین از اوفی مهاجران تاجیک میگوییم درباره رقص دانشجویان در تابستان گرم و درباره هیاهو در گرد نامی دلیر نظر. امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد. هفته گذشته مقامات تاجیکستان گفتند امیدوارند روسیه هزاران مهاجر اخراج شده تاجیک را عفو میکند و اجازه میدهد که دیگر باره برای کار برگردند. بعضی ها از شنیدن این خبر در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی خوشحال شدند و بعضی ها گفتند که باور نمیکنند. اما فیروز تاجیکستان نوشته است یک نفر نیست بگوید تا کی ما به غلامی میرویم، عذاب میکشیم، تحقیر میشویم. نمی شود در تاجیکستان جای کار مهیا کرد. همون روسیه هم از میگرانت بیزار شده است. کدام روز مردمش همه رو پیش میکند. پول یافتنش کی نایجا در روسیه؟ میوی ساعت بود. میوی بود. با او درجه ای که خودت بگوی خونه ریمون بکنم نمیتونی. شرح دیگری داریم از یک مهاجر از نوحه جیهون که خودش از طریق واتساپ به ما فرستاد. کارگانان ارگان جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم التماس ما را کم ترک دستگیری کنه که ما همچون یک بی صاحب مونده در این شهر مهاجرت غم میتین، بسیار غم میتین. وقتی که میبینن پتین بو میبرن، رسم میکنن، میزنن، غم میتین. همچون یک در قد کوچه میبره یک چخره که یک بی صاحب میمونی، نمیخوان دیدن و نمیخوان نگاه کردن سویش. ما همه خیلی شده گه التماس. مراجعت این بیننده رادیو آزادی دراز بود، ولی متاسفانه وقت زیادی نداریم همه اون را جا بدهیم و میگذاریم به موضوع دیگر. در مورد جلبی دانشجویان و چوزنهوی سیاسی فرهنگی رقص و راهپیمایی دانشجویان در جشنهای دولتی که خودشان مرشیروف که مینامند از موضوعهای پربحث در وبسایت رادیو آزادی شد. کاربر با نام دراز در باره جلب دانشجویان برای تشکیل این جشنها گفته است مرشیروف که یکی از بابای عصر برای تاجیکستان شده است. او نوشته است جلب دانشجویان بر رقص و راهپیمایی زیان آوردن برای ملت تاجیک است، چون دانشجویان سرمایه ملت هستند و دور کردن آنها از تحصیل بی‌پروایی نسبت به آینده است. سامانی نوشته است چرا وقتی من 11000 سومانی پول تحصیل دخترم را میسپارم ولی دانشگاه دختری مرا مجبور میکند زیر آفتاب سوزان برقصد؟ ما اون را برای خواندن فرستادیم یا رقاصگی؟ کاوه کوهستانی گفته است بهتر است راهپیمایی ها را درست طرح‌ریزی کنند، دانشجویان را 10 روز پیش از جشن به چنین چاره‌بینی ها جلب کنند ولی پولشان را بدهند تا همه خرسند باشد. там важно чтобы присутствовал дух твой чтобы ты там вот это я которое выражается оно не очень уместно. هفته گذشته نامی دلیر نظرف آوازخوان شناخته و مؤلف چکچکی بارون بهار در فیسبوک هیاهو برانگیخت. صدها نفر خواستند به دلیر عنوان دولتی داده شود ولی خودش گفت که به هیچ عنوان احتیاج ندارد. نالای تو خوش است تو یا مرحبا سعید و در فیسبوک نوشت که مردم او را دوست می‌دارند، حرمت می‌کنند و همین عنوان بهترینش است چون هنرش را خوب می‌داند و بهترین ترانه ها را می‌سراید. شوالمی در وبسایت رادیو آزادی نوشته است در یگان کشور دنیا یگان عنوان آوازخوان خدمت نشان داده شاعر یا نویسنده خلقی یا ارباب علم و مدنیت وجود ندارد. تعقید این کاربر دادن عنوان به دلیر یک ذره آبروی او را بلند نمی‌کند. خب نوبت به ویدیوهای شما رسید و به ویدیویی که از یک محله نزدیک به مرکز نوحه حصار فرستادند. مؤلفان ویدیو میگویند کارخانه استحصال اسفالت که اینجا کار میکند زندگی مردم زیادی را سخت و چندین نفر را بیمار کرده است. آزادی آنلاین برنامه شماست و با ویدیوهای شما خوبتر و جالبتر می شود. تلفنی که می بینید محض برای شما و برای فرستادن ویدیو و عکس است. وایبر، واتساپ و تلگرام و ایمو هم داریم. تا دیدار در برنامه دیگر.